سلامی هم میکنم به بینندگان ایرانی خارج از کشور که از طریق شبکه جهانی جام جم این مسابقه رو نگاه میکنم. امروز دوشنبه 15 دی ماه سال 1399 با گزارش بازی استقلال و آلمانی مراک با شما بینندگان عزیز هستیم و اجازه بدید گزارش مسابقه را با اعلام اسامی دو تیم آغاز بکنم که در تیم میهمان اجازه همین ابتدای کار یه فرصت که خب داور مسابقه آقای رامتین سلیمانزاده، سید مهدی حسینی، مصطفی احمدی، حامد پاکدل و نهایتا توپ به خط دفاعی میرسه. یه لحظه اشتباه، حالا فرصت، ارسلان مطهری توپ دزدی خوبی داره، ضربه را هم میزنه و حسین پور حمیدی توپو میگیره، خوب کنترل میکنه، دانشگر از کنار حرکت میکنه، حالا دانشگر سر توپ میزنه، میخواد ساب بکنه، خوب حرکت میکنه، خوب تو رفته، ضربه رو خودش میزنه. مش میزنه، برمیگردونه، یه فرصت ایجاد میشه ولی توپ قاعدی خوب نیست و توپ بیرون میره. علی نژاد، احمدی کنارشه، احمدی توپو میگیره، ساب میکنه، موقعیت خوب ایجاد میشه، فرصت برای یاران آلومینیوم، ضربه رو میزنن و توپ باز هم با سیو عالی مظاهری برمیگرده، یه شوت دیگه و به بیرون میره. حالا تو یه حمله دیگه، حالا از این ور خطایی هم در کار نیست، آلومینیوم 2-2، ببینیم با این توپ چه خواهند کرد، ضربه رو باید بزنه، فرصت برای آلومینیوم، باز هم رشید مظاهری بلا فاصله برد برای موسوی، از اونجا حالا سانت برای استقلال، بروی دروازه، یه ضربه سر فرشید اسماعیلی، یه پاس خوب اونجا میرسه به یاران استقلال، حالا ضربه رو میزنه و توی دروازه، یه گل زیرتاقی، یه گل تماشایی از بازیکن استقلال و بالاخره به گل میرسن. بازی خوب استقلالی ها حالا به گل میرسه. اینجا این ضربه تماشایی از یاران استقلال و امیر اسلان مطهری که فوق‌العاده میزنه و حالا نشون میده که فوروارد‌های استقلال هم پاشون دوباره به گل باز شده، دائم در حال دویدن به سمت دروازه حریفه. حالا البته جاش اینجا خالی شده، ببینیم از این ور یاران آلومینیوم چه میکنن، ضربه رو میزنن و نشانه هایی از خوب راه نرفتن و خوب ندویدن در میدان هم داره. یه ضربه و باز هم مظاهری توپو در چارچوب میگیره، باز هم باقی پسند، یه فرصت حالا برای یاران آلومینیوم به سمت دروازه، ضربه رو هم میزنن و مظاهری توپو میگیره. توپ آرامی بود که در دستان او جای گرفت، جابر انصاری نتونست دروازه رو باز کنه. ضربه ایستگاهی برای بازیکنان استقلال، برن بروی دروازه، یه ضربه سر در چارچوب دروازه که توپ توسط پور حمیدی مهار میشه، اصلا کلن رفته اونجا در سمت چپ جا گرفته. یرکت خوب، قائدی، قائدی فرصت داره برای زدن گل، قائدی توپ را هم میزنه، منتظر بودن همه که پاس به بیرون بندازه. یرکت عالی، فرصت برای استقلالی ها، موقعیت برای قائدی، هنوز فرصت داره و ضربه را میزنه و بیرون میره. حرکت خوب ارسلان، موقعیت داره، اگه دریپ بزنه که میزنه، فرصت حالا هست، یه موقع برای فرشید اسماعیلی شوت و توی دروازه جا نمیگیره. جلو بازی کردن استقلالی ها باعث شد تا تیم آلومینیوم هم مجبور بشه بیاد عقب و یه مقدار تولاک دفاعی فرو بره. دیاباته، یه حرکت خوب، فرصت برای قائدی، 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 قائدی و گل. زوج مکمل یاران استقلال و تیم استقلال حالا هنوز کنار هم قرار نگرفته به نتیجه میرسن. این صحنه گل دوم برای استقلال. فکری تعویض خوبی داشت و خوش فکر بود محمود فکری تو این صحنه که این تعویض تو این شرایط انجام داد. تیمش رو به جلو بود، داشت حمله میکرد، خوبم بازی میکرد، یه تعویض هجومی کرد و همون برگ برندش بود و باعث شد که حالا استقلال به گل دوم هم توسط این بازیکن رسید. یه پاس برای دیاباته، دیاباته هنوز خودش ثابت، توپ شیخ دیاباته، پاس گل حالا خواهد داد یا نه، یه ضربه، فرصت، هنوز گل که نشده و نمیشه در نهایت.
حالا ضربه کورنر زده خواهد شد. امید این کورنر رو میزنه. به تیر یک برگشت توپ، یه ضربه از راه دور و رشید مظاهری توپی رو میگیره که این بازیکن سید مهدی حسینی شوت زد. دپاس دیاباته، قائدی، دیاباته، 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 دیاباته نمیتونه بزنه و توپو خراب میکنه و بیرون میزنه. شب شب شیخ نیست امشب.